this apartment D3375? Not even close. هیپنوتیزم. احتمالاً تا الان اسمش به گوشتون خورده. توی کتابا، فیلما، حتی کارتونا، این ور اون ور یه جایی احتمالاً اسمشو شنیدین. اما چقدر باهاش آشنایی دارین؟ تا چه حد از قدرتش خبر دارین؟ اصلا با هیپنوتیزم چه کارایی میشه کرد؟ معمولاً کسی تا دنبال این موضوع نره راجبش اطلاعات زیادی نداره. طبیعی هم هست. یه چیزی نیست که تو زندگی عادی روزانه هممون باشه. چیزی نیستش که هر کسی یه روز صبح از خواب بیدار بشه و بره سراغ یه کسی که هیپنوتیزمش کنه. ولی آیا واقعاً تا اون حدی که فکر میکنیم عجیب و جالبه یا بدتر از اون؟ شاید حتی شدیدتر باشه، دارکتر، وحشتناکتر. یعنی مثلا میشه با هیپنوتیزم کسی رو مجبور کرد که قتل بکنه؟ امروز قراره براتون در مورد هیپنوتیزم و کارهایی که میشه باهاش کرد و کارهای وحشتناک که تا حالا باهاش انجام شده صحبت کنم. ولی در کنار اون یه کار جالب دیگه هم داریم. قراره با هم دیگه هیپنوتیزم رو تجربه کنیم. قراره من شما رو توی این ویدیو هیپنوتیزم کنم. ولی نگران نباشین، نترسین. چیز وحشتناک و عجیب غریب و دارکی نیست. منتظر بمونین تا رسیدیم اون قسمت ویدیو که قراره هیپنوتیزمتون کنم. آماده باشین که قراره خیلی تجربه خفنی داشته باشین. دیگه بیشتر از این طولش نمیدم. یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنین. اگه هنوز تو کانال من سابسکرایب نکردین، ساب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین. آدرس اینستاگرام من این بالا هست، اونجا میتونین فالو کنین. بریم سراغ این ویدیوی جالبمون. هیپنوتیزم خودش صرفاً یه حالت آرامش متمرکزه، مثل حالتی که توی خواب داریم. وقتی که خواب میبینیم و بدنمون توی آرامش مطلقه، یه جورایی یه آرامش کنترل شده است، دست خودتونه. تقریبا همه ما این شرایط رو قبلا تجربه کردیم. بعضیا توی خواب، بعضیا توی حالت مدیتیشن، بعضیا توی یوگا، بعضیا همینجوری در حالت عادی توی روزمره اونقدر میتونن آرامش خودشون رو کنترل کنن که راحت میتونن به این حالت دسترسی پیدا کنن. اما برخلاف اون چیزی که خیلیا شاید فکر کنن، هیپنوتیزم یه کار ماورایی و عجیب غریب نیست. یه کاری نیستش که از دست مدیوم‌ها و جادوگرا بر بیاد، یا یه کار نشدنی هم نیست. کاملا شدنی و ممکنه و اتفاقا خیلی هم قدرتمندتر از چیزیه که فکرشو میکنی. با هیپنوتیزم میشه خیلی از موارد و هدف قرار داد و کنترل کرد و باعث پیشرفت شد، مثل کنترل استرس، ترس، بیخوابی و خیلی چیزای دیگه. حتی میشه باهاش ذهن رو تقویت کرد تا بهتر فکر کنه و احساسات قوی‌تری داشته باشه. حالا وقتی هیپنوتیزم انقدر قدرتمند و انقدر میشه باهاش تاثیر گذاشت روی ذهن فرد، یعنی میشه ازش در جهت منفی هم استفاده کرد؟ مثلا کسی رو همطور که اول ویدیو گفتم مجبور کرد که قتل انجام بده، کارهای وحشتناک و خیلی ترسناک انجام بده؟ بذارین براتون ماجرای چند نفر رو تعریف کنم. اولین جریانی که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به سال 2016. وکیل سابق مایکل فاین به دلیل آزار و اذیت 12 تا از موکلای زنش به 12 سال زندان محکوم شد. اما چرا؟ برای چی باید یه وکیل همچین کاری بخواد بکنه و برای چی اصلا 12 تا از موکلاش باید بخوان تن به همچین کاری بدن؟ اینجا مشخص شده بود که این وکیل روی موکلای خودش هیپنوتیزم انجام میداده. قضیه از اون جایی بیخ پیدا کرد که یکی از موکلای مایکل وقتی رفته بود پیشش که برای حضانت بچهش باش صحبت کنه و باش هم صحبت میکنه و همه چی هم خیلی عادی پیش میره، حتی 1500 دلار هم مامان پیش پرداخت بهش پرداخت میکنه، بعد از یه مدت یهو احساس میکنه که انگار یه تایمی گذشته ولی خودش حسش نکرده و میبینه که داره از توی دفتر میاد بیرون. اما وقتی به خودش میاد و متوجه میشه، میبینه که لباساش کمی جابجا شدن، یه کمی سر و وضعش انگار به هم ریخته. اون هرچی به ذهنش فشار میاره و فکر میکنه از کل جلسه هیچ چیزی یادش نمیاد و کلن همه چیز براش گنگ بوده. برای همینم هم به این ماجرا اهمیتی نمیده و میره خونشون. بعد از چند وقت دوباره برای جلسه دوم میره پیش همون وکیل، یعنی مایکل، و دوباره همون اتفاق میفته. این بار این موکل مستقیما میره پیش پلیس. پلیس ها به این خانم پیشنهاد میدن که جلسه بعدی رو ضبط کنه و ببینه که آیا واقعا اتفاقی داره اونجا میفته یا نه، چون خودش که هیچی یادش نبود. و اونم همین کار رو میکنه و جلسه بعدی دوباره میره پیش این وکیل و
کل جلسه رو ضبط میکنه و حتی بزنین توی اون ضبط ها توی اون ویدیوها چی دیده میشه. پلیسا وقتی فایل ضبط شده رو پلی میکنن متوجه میشن که در طول جلسه مایکل موکلش رو هیپنوتیزم میکنه و میخواسته اذیتش کنه، ولی دقیقا همون موقع بود که این ضبط ها رو داشت پلیس لایو میدید و میریزن سرش رو همونجا در حین ارتکاب جرم دستگیرش میکنن. مایکل فاین که زندانی میشه و مجوز وکالتش هم باطل میشه، اما خب بلایی که سر اون 12 تا زن آورده تا ابد با اونا میمونه. اما مورد بعدی از اینم عجیبتر و شاید بذارین تعریف کنم تا خودتون ببینید. توی سال 2014 یه دزدی با استفاده از هیپنوتیزم تونست کلی پول به جیبش بزنه. چجوری؟ قضیه از این قراره که این آدم میرفته سراغ مغازه‌های بزرگ توی لندن و فروشنده‌های اون مغازه رو هیپنوتیزم می‌کرده و مجبورشون می‌کرده که کل دخل اون روزشون رو بدن بهش و به همین ترتیب کلی پول تونسته بود بدزده. اما یکی از دزدیاش توی دوربینای مداربسته یکی از فروشگاه‌ها ثبت شده بود و مشخص میشه که این آدم وقتی که صاحب فروشگاه داشته یه بطری میذاشته روی قفسه، میاد و خیلی آروم به بازوی صاحب فروشگاه ضربه میزنه، بعدم وقتی برمیگرده و با هم چشم تو چشم میشن با حرکت دادن چاقو و یه سری تکنیکا صاحب فروشگاه هیپنوتیزم میکنه و صدها پوند ازش میدزده. صاحب فروشگاه میگه که به محض اینکه دزد از مغازه خارج میشه اون به خودش میاد و متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده و حتی دنبالش میره، اما اون خیلی وقت بوده که از اونجا رفته بوده و فرار کرده بوده. مورد سوء استفاده از هیپنوتیزم توی دنیا خیلی زیادن و تا حدی فرار رفتن که هیپنوتیزم پاش به قتل هم باز شده و گفته میشه کسایی بودن که تحت هیپنوتیزم قتل انجام دادن، قاتل شدن. ولی خب چون خیلی خیلی موثق نبودن من ترجیح دادم که توی این ویدیو راجبشون صحبت نکنم، ولی اگه خواستین بعدا میتونم اونا رو براتون تعریف کنم. اما حالا اینا رو بذاریم کنار، بیاین ببینیم واقعا میشه کسی رو مجبور کرد که یه همچین کارایی انجام بده. بذارین برای اینکه بهتر متوجه بشین خودتون رو هیپنوتیزم کنم. یه هیپنوتیزم خیلی ساده، یه تجربه خیلی کوچیک، نمیدونم قبلا تجربهش کردین یا نه، ولی باید بگم که خیلی تجربه جذاب و جالبیه و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما سعی کنین که انجامش بدین. یعنی جلو خودتون رو نگیرین، سعی نکنین مقاومت کنین، چون واقعا دلچسبه و قراره بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم خودتون متوجه بشین که هیپنوتیزم چجوری کار میکنه و اینطوریه که میفهمیم این داستانا واقعیان یا دروغ. قبلش اینو باید بهتون بگم، هیپنوتیزم به معنای خوابیدن نیست. شما فقط قراره ریلکس بشین، قراره بدنتون آروم بشه. حتی اگه در حین هیپنوتیزم حس کنین که خوابیدین، این فقط حسه و اون حس ریلکسیتون چون زیاد شده حس میکنین که خوابیدین، وگرنه خواب نیست. همه چیز هم در این حال تحت کنترل خودتونه. من نمیتونم شما رو مجبور کنم هیچ کاری که دوست ندارین رو انجام بدین. حالا خودتون جلوتر متوجه میشین چرا اینا رو میگم. پس حالا اگه میخواین که هیپنوتیزم بشین، ازتون میخوام جایی که نشستین راحت باشین. اگه دراز کشیدین تو همون حالتتون، اگه نشستین توی حالتی که ریلکسین، توی آرومترین و ریلکسترین حالت بدنتون بشینین و حتما هم توجه داشته باشین که دور و برتون شلوغ نباشه، سر و صدای اضافی نباشه. سعی کنین اینا رو تا جایی که ممکنه حذف کنین و تمام تمرکزتون رو بدین روی من، فقط چند دقیقه. حالا که سر جاتون نشستین آروم باشین و تمام عضلات بدنتون رو شل کنین. ریلکس کنین و فقط به صدای من گوش بدین. تمرکز کنین و فقط گوش بدین. ازتون میخوام که نوک انگشت منو نگاه کنین. میتونین حتی فکر کنین که انگشتم داره مثل پاندول ساعت حرکت میکنه. ولی تنها چیزی که باید انجام بدین اینه که چشمتون رو از روی نوک انگشتم بر ندارین. تمرکز کنین و به صدای من گوش بدین. حالا ازتون میخوام که یه نفس عمیق بکشین. آره درسته، یه بار دیگه. تمرکز کنین و فقط به صدای من گوش بدین. تنها چیزی که ازتون میخوام اینه که فقط روی نوک انگشت من تمرکز کنین. حالا چشماتو ببند و به صدای من گوش کن. نذار هیچ محرکی حواستو پرت کنه. آروم فقط به صدای من گوش کن. کاملا ریلکس، کاملا متمرکز. سعی کن خودتو رها کنی و فقط به من متمرکز بشی. حالا من تا 5 میشمارم و بهت کمک میکنم که آروم آروم متمرکز بشی و این آرامش رو درک کنی. تصور کن بالای راه پله وایسادی که هر شماره‌ای که من قراره بهت بگم یکی از پله های اونه.
حالا من از 5 تا 1 شمارش معکوس میکنم و ازت میخوام که با هر شماره‌ای که من میگم یه قدم روی پله ها برداری و به عمق بیشتری بری. میخوام نشون بدی که چقدر عمیق میتونی به این آرامش باور نکردنی برسی. با شروع عدد 5 تمرکز کن. یه پله برو جلوتر. یه قدم دیگه حالا به سمت شماره 4. درسته. همه ی رشته های عصبی تو به سمت عدد 3 متمرکز کن. درسته. عالیه، فوق‌العاده است. داری آروم میشی. حالا همینطور عمیق و عمیق‌تر میری روی عدد 2. یه عدد دیگه و یه قدم دیگه. درسته. هر صدایی، هر کلمه‌ای نفس بکشیم. باعث میشه که به عمق بیشتری بری و بیشتر تمرکز کنی. این تمرکز و آرامشت باور نکردنیه. داری به خودت اجازه میدی که آرامش و تمرکز رو با عمق وجودت حس کنی. و حالا آخرین شماره، شماره 1. همینه، عمیق‌ترین حالت، درست مثل غرق شدن. از این لحظه به بعد من هر بار از کلمه خواب استفاده کردم، تو قرار نیست بخوابی. تو به این سادگی خوابت نمیبره. فقط به خودت اجازه بده که آروم باشی، آرامش رو حس کنی، حتی عمیق‌تر از قبل. پس فقط به خودت اجازه بده که ببینی ذهنت چطوری کار میکنه. 1 2 3 بیدار شو. چشماتو باز کن. عالیه، همین جوری ادامه بده. فقط تمرکز کن. الان رو کف دست من تمرکز کن. خودتو رها کن و نفس عمیق بکش. بخواب. به صدام گوش کن. همه ماهیچه هات، همه اعصاب توی بدنت دارن حرکت میکنن. داری حسشون میکنی. همشون کاملن. تمرکز کن و آروم باش. از الان به بعد میبینی که هر ایدهی که بهت بدم شروع میشه به تبدیل شدن به یه باور. و هرچی این باور بزرگتر میشه تبدیل میشه به یه واقعیت. میخوای بدونی چجوری؟ بهش فکر نکن. به پلکات فکر کن که بسته است. تمرکز کن روی پلکات و حواست به صدای من باشه. آروم آروم پلکات اونقدر سنگین میشه که دیگه نمیتونی بازشون کنی. میتونی حتی تست کنی. سعی کن چشماتو باز کنی. اونقدر پلکات سنگینه که نمیتونی بازشون کنی. اونا باز نمیشن. تا وقتی من تا 3 نشمارم تو نمیتونی پلکاتو باز کنی. 1 2 3 چشمات خیلی راحت باز میشن. عالیه. حالا یه نفس عمیق بکش. ازت میخوام هر دوتا دستاتو بیاری بالا. اگه گوشی دستته بذارش زمین تا بتونی تمرکز کنی و جفت دستات خالی باشه. حواست به من باشه و تمرکز کن. جفت دستاتو بیار بالا و با تمام قدرت تو همدیگه قفلش کن. دقیقا این شکلی. انگشت شستتو بالا بذار. حواست باشه که کدوم انگشتت بالاست. و تمرکز کن بهش. تمرکز کن به بند انگشت شستت و چشمتو ازش نگیر. به اون نقطه خیره شو. بند انگشت شستت میشه نقطه تمرکز تو. تمام ذهنتو روی انگشت شستت بذار و به صدای من گوش کن. و همونطور که روی اون نقطه تمرکز کردی دستاتو محکم و محکمتر به همدیگه فشار بده. هرچی بیشتر فشار میدی دستات بیشتر تو همدیگه قفل میشن. محکمتر فشار بده. خیلی محکم. الان دستات به یه نقطه فشرده خیلی بزرگ تبدیل شدن. اونقدر فشرده که حتی اگه تلاش کنی که از همدیگه بازشون کنی اونا بازم باز نمیشن و حتی بیشتر به همدیگه نزدیک میشن. فشرده تر میشن. و هرچی بیشتر بهشون خیره میشی میبینی که بیشتر دارن به همدیگه نزدیک میشن و دارن بیشتر تو همدیگه قفل میشن. هرچی بیشتر سعی کنی که از همدیگه جداشون کنی میبینی که بیشتر تو همدیگه قفل میشن و نمیتونی جداشون کنی، چون دستات تو همدیگه قفل شدن و تا وقتی که من تو شماره 3 نشمارم دستات از همدیگه باز نمیشن. وقتی من بگم 3 دستات به راحتی از همدیگه باز میشن و میتونی خودتو رها کنی. دقیقا همون حالت آرامش و تمرکز باور نکردنی. 1 2 3 دستات به راحتی باز شد. حالا برای بار آخر ازت میخوام که دوتا دستاتو بیاری بالا و به این شکل تو همدیگه قفلش کنی. حالا دوتا انگشت اشارتو بیار بالا و به صورت موازی با همدیگه قرار بده. به نوک انگشت اشارت نگاه کن و تو تمام این پروسه تمام تمرکزت رو نوک انگشت اشارت باشه. به این موضوع فکر کن که انگار این انگشتات آهن روبان و به این موضوع فکر کن و فقط روش متمرکز شو. حالا یواش یواش انگشتات شروع میکنن مثل آهن رو با همدیگه رو جذب میکنن و هی به همدیگه نزدیکتر میشن. حتی اگه سعی کنی از همدیگه دورشون کنی نمیتونی. شاید حتی فشار بیاری به انگشتات، ولی اونا هی دارن به هم نزدیک میشن. اونا دوست دارن که به همدیگه بچسبن. حالا یواش یواش میتونی حس کنی انگشتات دارن همدیگه رو لمس میکنن. خب یه نفس عمیق بکشین. این تجربه هیپنوتیزممون بود.
امیدوارم که روتون جواب داده باشه. اگه جواب داده که حتما بنویسین. اگه جواب نداده هم متاسفم، چون من الان تقریبا 2-3 ماه دارم روی این کار میکنم و دارم سعی میکنم که یادش بگیرم، ولی به هر حال یه هیپنوز خیلی بزرگ پیشرفته نیستم و تجربه‌ای ندارم روی این زمینه. ولی بازم بهتون پیشنهاد میکنم که اگه جواب نداد برگردین از اول ببینیم و این بار سعی کنین که انجامش بدین، یعنی سعی کنین به ذهنتون اجازه بدین که این کارو بکنه، چون واقعا تجربه جالبیه. اما نکته‌ای که میخوام بهش برسم اینه که خودتون الان اینو تجربه کردین و دیدین که چه حالتیه، دیدین که ذهنتون خودش داره به خودش تلقین میکنه و به خودش اجازه میده که این کارو بکنه. در واقع در طول هیپنوتیزم که همونطور که اول گفتم یه حالت آرامش متمرکز ذهنیه، دوتا از بخشای مغز باز میشن و به همدیگه وصل میشن، یعنی بخش نئوکورتکس و مغز لیمبیک. اگه نخوام خیلی پیچیده‌اش کنم و سعی کنم تا جایی که ممکنه آسون براتون توضیح بدم، باید بگم بخش نئوکورتکس همون قسمتیه که از ما انسان میسازه، همون قسمت پیچیده مغزه، و بخش لیمبیک جاییه که خاطرات ما توش انبار میشن. ما توی مغزمون توسط بخش نئوکورتکس استدلال میکنیم و تصمیم میگیریم، اما این تصمیم گیری هامون بر اساس خاطراتیه که توی همون بخش لیمبیک ذخیره شده. اما ما هر باری که یه اتفاقی رو تجربه میکنیم دوباره همه خاطراتمون زنده نمیشن برامون، بلکه یه الگویی تو ذهنمون شکل میگیره، یه پترنی که بر اساس اون مغز تصمیم گیری میکنه، استدلال میکنه. بذارین یه مثال براتون بگم. مثلا شما یه بار توی بچگیتون یه مار دیدین و به دلیلی ازش ترسیدین، خاطره بدی ازش داشتین. اون حالت، اون خاطره توی ذهن شما تبدیل به یه الگو میشه که از اون به بعد شما هر بار چیزی که مثلا شبیه به ماره میبینین ازش بترسین. حالا اینایی که توضیح دادم چه ربطی به هیپنوتیزم داره؟ هیپنوتیزم باعث فعال شدن بخش لیمبیک مغز میشه، یعنی اینکه برای یه مدت کوتاه اون الگوهای قدیمی و غیر فعال میکنه و باعث میشه که شما خود اون خاطرات رو به یاد بیارین و حتی بتونین الگوهای جدید بسازین. به خاطر همین هم هستش که حتی با استفاده از هیپنوتیزم میتونین یه سری فوبیاهاتون رو درست کنین، یه سری عادتهای بدتون رو ترک کنین. ولی خب همونطور که گفتم هیپنوتیزم یه حالت موقته، نمیتونه ادامه دار باشه، و از اونجایی که موقته این الگو میتونه برای یه مدت کوتاهی درست بشه، ولی اگه خودتون نخواین که ادامهش بدین ممکنه دوباره برگرده به حالت سابقش. پس در واقع همه این پروسه، همه کار هیپنوتیزم برمیگرده به تلقین خودتون. پس در نهایت چیزی که هیچ شکی مطلقاً توش نیست اینه که توی هیپنوتیزم هیچ کس دیگه‌ای روی شما کنترل نداره. از بیرون ذهن شما رو کنترل نمی‌کنه و مجبورتون نمی‌کنه که کاری بکنین. اگه چند دقیقه پیش هیپنوتیزمی که انجام دادم و تونسته باشین، یعنی تجربهش کنین و هیپنوتیزم شده باشین، متوجه شدین که چی میگم. همه اینا در اثر خواسته ذهن خودتون شکل میگیره. پس در واقع یه جورایی میشه گفت همه این حرفایی که میزنن کسیو برخلاف خواسته خودش هیپنوتیزم کردن چرته، چون شما تا زمانی که نخواین اصلا هیپنوتیزم نمیشین. و همونقدر که ممکنه یه نفر مقاومت کنه در مقابل هیپنوتیزم و هیچ ریاکشنی بهش نشون نده، میتونه از اون ورم خیلی ریاکشن‌های زیادی نشون بده. ممکنه حتی بعضیا تو همین حالتی که من داشتم بهشون میگفتم که دستاشون رو از همدیگه باز نکنن، حس کنن خوابشون برده، حس کنن دارن توی صندلیشون فرو میرن، حس سنگینی بکنن یا خیلی چیزای دیگه، که اینا همشون طبیعی و جزء عوارض هیپنوتیزمه که به بستگی به اون شدت تلقینتون، اون شدت خواستنتون برای هیپنوتیزم شدن میتونه تغییر کنه. با هیپنوتیزم میشه خیلی کارا کرد. میشه مثلا به طرف مقابل بگین که یه سری کارهای مسخره و خنده‌دار انجام بده یا یه سری کارهای الکی و ساده. ولی با هیپنوتیزم نمیتونین کسی رو مجبور کنین که کاری که در توانش نیست رو انجام بده. مثلا با هیپنوتیزم نمیتونین کسی رو مجبور کنین که پرواز کنه. یا از طرف دیگه یه نکته خیلی خیلی مهمه دیگه که هست، با هیپنوتیزم نمیتونین کسی رو مجبور کنین که برخلاف عقاید و اون الگوهایی که تو زندگیش داشته عمل کنه. مثلا اگه یه کسی قتل رو اشتباه میدونه و نمیخواد یکی رو بکشه، با هیپنوتیزم هم این کار رو نمیکنه. یا اگه کسی نمیخواد دزدی کنه، با هیپنوتیزم هم نمیتونه دزدی کنه. اگه کسی نمیخواد با کسی رابطه داشته باشه، با هیپنوتیزم هم نمیتونه. هیپنوتیزم میتونه روی آدم ها تأثیر بذاره، میتونه روی ذهنشون تأثیر بذاره و کاری کنه که
همطور که گفتم خاطراتتون براتون مجدداً بازیابی بشه. ولی در نهایت اونی که تصمیم گیرنده است شما این، ذهن خود شماست. هیچ کس دیگه ای نیست و هیچ کسی نمیتونه مجبورتون کنه کاری که نمیخواین رو انجام بدین. در واقع یه جورایی میشه گفت همه این موردایی که میان و میگن تحت تاثیر هیپنوتیزم کار عجیب غریب کردن که در حالت عادی نمیکردن، همشون الکیه. و حتی یه مورد خیلی خیلی جالبی که من خیلی وقت پیش توی تلویزیون دیده بودم و متاسفانه هر چی دنبالش گشتم پیداش نکردم، این بود که توی یه برنامه پزشکی یه کسی که متخصص هیپنوتیزم بود، هیپنوس بود، اومده بود و میگفتش که همین جریانو توضیح میداد که برای چی میگیم که هیچ کسی برخلاف میلش عمل نمیکنه. و آورد چند نفر رو گذاشت، هی کارهای مختلف بهشون میگفت انجام میدادن، کارهای بامزه و خنده دار. و خب دکتر مرد بود و کسایی هم که آورده بود زن بودن. بعدش در نهایت بهشون گفتش که خب حالا منو ببوسید، تو حالت هیپنوتیزم بهشون گفت. و دونه دونه اون زنا، یکیشون سیلی زد بهش، یکیشون خندید و گفت نه، یکیشون کلا بلند شد رفت. و اون نشون داد که بله، میبینین توی حالت هیپنوتیزم بازم اختیار دست خود شماست، پس کسی نمیتونه مجبورتون کنه کاری کنین. و اگرم کسی بود که واقعا تحت هیپنوتیزم مثلا قتل انجام داد، اون تو اعماق وجودش میخواسته که این کارو بکنه و با هیپنوتیزم فقط اون خواستش رو زنده کردن. به هر حال حرفایی که امروز میخواستم بهتون بزنم همینقدر بود. میدونم ویدیو طولانی شد ولی موردای مربوط به هیپنوتیزم زیاده و حتی اگه دوست داشته باشین میتونم یه سری هیپنوتیزم های ترسناک هم روتون انجام بدم، ولی بعد ببینم دیگه اگه دوست داشته باشین. که حتما پس برام توی کامنت ها بنویسین دوست دارین روتون هیپنوتیزم ترسناک بکنم یا نه، و دوست دارین موردای عجیبی از آدمایی که هیپنوتیزم شدن و کارهای عجیب کردن هم بشنوین یا نه. حتما برین توی کامنت ها بنویسین، دوباره گفتم، این ویدیو رو لایک کنین و اینکه اگه سابسکرایب نکردین حتما کانال من سابسکرایب کنین. آدرس اینستاگرام برمین بالا هست، اونجا میتونین فالوم کنین. خیلی خیلی دوستتون دارم. خدافظ.